اوکی، سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدین به یه برنامه دیگه علم شیرین تورا. مثل هر دوشنبه باهاتون هستیم اینجا توی فیسبوک یهودیان ایرانی، توی اینستاگرام خودم رابی پاراتو به انگلیسی، توی فیسبوک خودم، توی سکایپ. و امروز به امید خدا صحبت میکنیم راجع به روش هشانه. بله، از سال مبارک، سال نو، سال جدید، به امید خدا یک شنبه شب روش هشانه شروع میشه و یه خورده قوانین روش هشانه، یه خورده صحبت کنیم راجع به یه چیزی که معمولا نیست و فقط الان ما میشناسیم این چیز رو. چیه این؟ اسمش هست پروزبول. پروزبول چیه؟ پروزبول یه هر سال، هر هفت سال، هر هفت سالی هر هفت سالی یه سال شمیتا داریم. سال شمیتا یعنی که آدم میبایستی همه زمیناشو استفاده نکنه دیگه، به کار نبره، انگار مال خودش نیست، هر کسی بخواد میتونه بیاد میوه برداره، البته زمینه رو مجاز نگه داره که صدمه نزنن بهش. به هر صورت این سال شمیتا است، فقط توی زمین اسرائیل این سال شمیتا است. ولی آخر سال شمیتا یه چیزی هست به اسم شمیتات کسافیم، یعنی هر کسی که قرض داده، پول قرض داده یا مواد غذایی، فرقی نداره چی قرض داده، ولی قرض داده کلمه دقیق نیست. دو تا نوع قرض دادن داریم. یه قرض دادن داریم که آدم میده به دیگری که بیا استفاده کن و یه چیز دیگه بهم برگردون. مثلا بهت الان $1,000 میدم، پس بهم $1,000 برمیگردونی، ولی نه همون $1,000 که بهت دادم. $1,000 که بهت دادم استفاده میکنی و بعدا $1,000 دیگه بهم برمیگردونی. یا مثلا همسایه ها، یه همسایه در میزنه میگه فلانی ببخشید من شکرم تموم شد، میتونی یه شکر بیا، یه لیوان شکر، یه قوطی شکر، هرچی، روغنم تموم شد بیا یه روغن بهت بدم، بطری روغن بهش میده. پس اینا قرض دادنه که اون روغنه رو برمیداره استفاده میکنه، یه بطری دیگه به جاش میاره. ولی اگه چکش مثلا قرض میدی، پس چکاشه رو نمیره، یک چکاشه رو از بین میبره یه چکاشه دیگه، نه، همون چکاشی که بهت دادم پس بهم برمیگردون. دو تا نوع قرض دادن هست. اون ما داریم الان صحبت قرض دادن میکنیم که آدم میده، اون یکی استفاده میکنه و یه چیز دیگه به جاش برمیگردون، همون رقم، همون چیز، ولی یه نوع دیگه، مثل روغنه که یه روغنه دیگه بهم برمیگردونه، مثل پول که بهش قرض میدی و یه پول دیگه، همون رقم ولی یه پول دیگه بهت برمیگرد. پس هر قرضی که آدم داده و وقتش رسیده، وقتی که قرض رو میدی مثلا پول، پس منویسی بهت این پول رو قرض میدم و تا این وقت بهم برگردم، 30 روز دیگه، 2 ماه دیگه بهم برمیگردم. اگه این وقت برگردوندن این قرضه، مرسی، قبل از آخر سال شمیتا بود، یعنی قبل از روش هشانه، پس وقتی که شمیتا، وقتی که روش هشانه میرسه، این قرضه باطل میشه، کنسل میشه. این یه دستوریه که خداوند توی تورا نوشته، و زد ورا شمیتا شموت کل بعل ماشه یدهو، کل بعل ماشه یدو.
لوی گوستر او بعد از شمیته کنسل میشه، دیگه نمیتونی بری پیش اون فلانی بهش بگی فلانی $1000 که بهت قرض دادم کو، باطل شد، کنسل شد. شمیته که تموم شد باطل شد، رسید غروب روش هاشانه مال سال هشتم دیگه همین. پس چیکار میکنیم؟ آدما هیلل زکن، هیلل زکن در دوران بیت المقدس دوم بود، چیز نوشت که هر کسی که قرض داده واسه این که پول از بین نره، پول این قرضه کنسل نشه، پس پروزبول می‌نویسه. پروزبول یک کلمه یه که از دو تا کلمه به وجود اومده، پروز و بولی. بولی پروز یعنی یعنی دفاع، میشه گفت دفاع یا دفاع کرد، و بولی پولدار است، پولدار یعنی دفاع پولدارا، یعنی یه چیزی واسه خوبی پولدارا که اونا معمولا پولدارا قرض میدن که پولشون از دست ندن، اون فقیره بگه خب قرضه کنسل شد. نه، چیکار میکنن توی این پروزبوله چی مینویسن؟ مینویسن اول از همه باید 3 رابانیم مهم باشه، اگه دیانی من پس بهتره. مینویسی من همه قرضایی که دادم، همه بدهیایی که بدهکارن بهم میدم به بدین، به بدین میدم یعنی به دادگاه که اونا این قرضا رو وردارن. و اون وقت شمیتا کنسل نمیکنه. چرا؟ چون که شمیتا فقط بدهیایی و قرضایی که بین کسی که پول رو داد و اون شخصی که پول رو ورداشت، فقط اینا رو کن، ولی قرضایی که بین بدین، بین دادگاه و اون شخصی که پول رو برداشت، اینا رو شمیتا کنسل نمیکنه. پس اینطوری هیلل زکن یه راه حلی پیدا کرد که آدما ادامه بدن به قرض بدن و از اون طرف هم پولشون رو از دست ندادن. پس الان امروز دوشنبه ایم. بله، بدین، بدین میشه دادگاه. اوکی، خوبه، کسی که میخواد سوالی بپرسه میتونه سوالی بپرسه، بنویسین و به امید خدا اگه جوابو بدونم میدم به ازدادشم. پس الان دوشنبه، دوشنبه یه چند روز دیگه مونده واسه همون، فقط تا روش هاشانه چند روز مونده، یه هفته کمتر است، یه هفته مونده. پس آدم توی این یه هفته این پروز بنویسه. چرا پروز بول بنویسه؟ چون که هر کدوم از ما امروزا داریم قرض میدیم. کو؟ چه قرضی دادم من؟ من به کسی قرض؟ حساب بانک داری؟ میدونی حساب بانکت پولیه که قرض دادی به بانکه؟ بانکه همون پولی که تو گذاشتی دپازیت کردی بهت بر نمیگردونه. بانکه پول رو برمیداره، استفاده میکنه و چیه؟ بدهکار بهت. بانکه از هیچ وقت فکرشو نکرده که شما قرض دادین به بانکه. معمولا آدم از بانک وام میگیره، برای من قرض چقدر میلیونر شده و بانکه منو لازم داره. پس همه حساب بانکمون پولیه که قرض دادیم، یعنی پول رو میدی میذاری توی حساب بانک، بانک استفاده میکنه پول تو، میلیون دلاری که گذاشتی تو حساب بانکت، و وقتی که بخوای پول رو میای بهش میگی من میلیون دلار، اوکی، یه پول دیگه، میلیون دلار دیگه بهت میده. این اسمش از قرض دادن. همون چیزو بهت برنمیگرد، همون میلیون دلاری که گذاشتی همون کاغذها رو بهت برنمیگردونه، اونا رو استفاده میکنه، یه میلیون دلار دیگه بهت میده. پس این قرض دادنه. پس آدم هر کسی که حساب بانک داره لازمه که پروزبول بکنه، و این پروزبوله نه فقط توی زمین اسرائیل،
مثل شمیته میوه ها و اینا، نه الا حتی بیرون از اسرائیل. بیرون از اسرائیل هم این شمیته کسفیم، اینی که پولا پولایی که آدم قرض داده کنسل میشه آخر سال شمیته، بیرون از اسرائیل هم هست. این خخمیم این دستور دادن، پس بیرون از اسرائیل هم هر کسی میبایستی پروزبول بنویسه. چیز سختی نیست، توی این یه هفته که مونده، کمتر از یه هفته، آدم این پروزبوله رو میشه توی اینترنت پیدا کرد، دقیقا که نوشته همه این چیزها رو راجع به پروزبوله، کاغذ پروزبوله. ولی من بهتون به صورت مختصر میگم که این چیه. آدم مینویسه مینویسه این روی این کاغذه مینویسه که من فلانی همه بدهیامو، یعنی بدهی ها چیه، بدهی فلانی همه بدهیام یعنی کسایی که بدهکارن به هم، قرضایی که دادم میدم به دست بدین، به دست این دادگاه که رابانیماش هستن فلانی فلانی فلانی، سه تا رابانیم با نوشت اونجا و دو تا شاهد امضا میکنن و اون وقت این پروزبوله، این پروزبوله اون وقت آروم دیگه. دیگه بعد از اینکه پروزبوله رو کردی، پس بعد از روششنه، بعد از اینکه شمیته تموم شد، هنوز میتونی قرضات رو بری از اون فلانی بگی بده من پروزبول کردم، پس هنوز باید پولی که قرض دادم بهت کنسل نشد، باطل نشد و باید به هم برگردونیش. البته این پروزبول رو که آدم میکنه، پس باید دونست پروزبوله فقط کمک میکنه واسه قرضایی که آدم قبل از پروزبوله داده، ولی اگه بعد از پروزبوله دوباره قرض داد، واسه اون قرضه کمک نمیکنه پروزبوله، باید یه پروزبوله دیگه دوباره بنویسی. چون که همه قرض ها میبایستی قبل از اینکه قبل از نوشتن پروزبوله باشن. پس این راجب پروزبول گفتیم توی زمین اسرائیل و هم بیرون از زمین اسرائیل هم باید این پروزبوله رو نوشت. یعنی بایدی نیست، کسی که میخواد قرضاش کنسل بشن ننویسه، چش کاری میخواد پولشون بده به بانک. it's a free country، هر کاری میخوای بکن کسی بهت نمیگه چی، ولی معمولا کسی نمیخواد پولشو همینطوری مجانی به دیگران. پس این پروزبوله رو بنویسه. این یه اولین چیزیه که خیلی مهمه که برنامه راجع به روش هاشون است، ولی این یه چیزی که عادت نداریم بشنویم، چون که این قوانینیه که فقط یه دفعه در 7 سال میرسه به همون. پس آدم ها عادت ندارن، همچین چیزی چه نشنیدم، از کجا این را بایه این آورده، چه حرفایی از تو جیبش در آورده. نه، از تو جیبم در نیوردم، توی تورا نوشته شده زه دور هشمده شمود کلبر ماشه یادو علی گلوی گست او خوله، اونجا همه پسوکی ما نوشته شدن توی پاراشای بهار، توی خومش و ایکرا پاراشای بهار، همه این جزئیات شمیته رو نوشته اونجا راجب این موضوع شمیته، شمیتت کسافیم اسم هست، یعنی شمیته پول ها. این هم که پول ها همه قرضایی که دادن کنسل میشه و چیکار میشه کرد و همه اینا اونجا نوشته. پس چیز تازه نیست، فقط اگه نشنیدی، پس به خاطر که نشنیدی، به خاطر که یاد نگرفتی، نرسیدی به این موضوع، ولی یه دفعه در 7 سال میاسه. پس این اول از همه. اوکی، اینا گفتیم راجب پروزبول. هر کسی سخت نیست، کاغذ رو تو اینترنت میشه پیدا کرد، اون آدم خودش بنویسه کاغذ رو. ببینیم. بله، من برخواه گفتم دیگه، پس
یه کسی هست اینجا دوست داره تکرار کنم چیزی که میگم. اوکی. یه توتیه. میگن یه توتی بود بیرون مغازه. پس یه خانم بود اونجا هر صبح میگذشت واسه اینکه بره ایستگاه اتوبوس. پس توتیه، ببخشید میگم، دارم فقط میگم توتیه چی میگم. پس توتیه هر صبح زنه پس توتیه هر صبح خانم زشتی زشتی هر صبح این توی تفرکی زنه این ناحتی میکرد میرفت سرکار توی با این زشتی زشتی. و اینکه یه روز از سوانی شد به صاحب مغازه گفت ببین اگه این توتی دوباره بهم بگه زشتی نه شکایت تو میکنم توی چیز. گفت اوکی نه ترس خانم، بهش حرف میزن. رفت به توتیه ببین اگه دوباره بهش بگی زشتی ازت سیخ میکنم ها، میپزمت، مواظب باش دیگه، بس کن جلو دهنتو بگیر. پس فردا رسید و زنه دوباره رسید و توتیه روش نگاه میکنه میترس حرف، ولی اینجا وایساده بخواد بگه چه گلوش وایساده قلمبه شده اونجا. پس آخرش میگه خانم، میگه چی؟ میگه چی چی؟ خودت میدونی لازمه هر روز بگم، خودت میدونی دیگه. از این دیدیا دیدیا حرف زده تو بسده یه خورده خوش هم بشیم. پس این راجب پروزبول، راجب توتی، حالا راجب روششنه. روششنه وای وای چقدر چیز هست صحبت کنیم راجب روششنه. دو روز 48 ساعت که همه 363 روز آینده به این روز تصمیم میگیرن چی میشه. دو روز که تصمیم میگیرن 363 روز آینده چی میشه. پس آدم باید بدونه اول از همه یه رازی هست که خداوند بهمون گفته که چجوری تصمیم میگیرن بستگی داره آدم در اون لحظه که حکمش میکنن تو روش هاشانه چیکار داره میکنه. اگه مشغول میتسواز، مشغول تهیلیمه، اگه اون لحظه صدیقه، پس اونطوری حکمش میکنه. چرا؟ نوشته شده. بله یه دوست عزیز اینجا مینویسه سمون اوکی. پس به عنوان کلی کسی که میخواد یهودی میپرسن کسی که میخوان یهودی بشن چیکار باید کنن. کسی که میخواد یهودی بشه باید بره جایی که هست پیش یه رابای یه حاخام که راهنماییش بکنه چه قدمایی میبایستی برداره و اینطوری بره جلو. اول از همه بره پیش یه حاخام توی شهرش، توی کشورش، توی کشور دیگه، ولی باید رفت پیشه. نه طریق فیسبوک و اینستاگرام نمیشه یهودی شد، باید رفت پیشه هم جایی که آدم زندگی میکنه. اوکی پس ادامه بدیم. پس این گفتیم 48 ساعت اثر داره. یکی از رازهایی که خداوند به اون یاد داده اینه که در اون لحظه که حکم میکنن هر جوری در اون لحظه باشی اونطوری حکم میکنن. اگه صدیقی در اون لحظه پس مثل صدیق حکمت میکنن، فرقی نداره ول کن چی بودی چی میشی. الان سعی کن این 48 ساعت صادق باشی، 48 ساعت مشغول کارهای خوب باشی. به خاطر این سعی میکنیم از قبل از طلوع خورشید باشیم. حتی اگه تفیلای صبح مثلا 7 صبح توی کنیسای شما سعی کن خودت خصوصی قبل از طلوع خورشید باشی. چرا؟ چون که وقتی که الان فکر کن الان حکمت میکنن و
و ساعت 6 صبح مثلا و پیدا میکنن که چی؟ که دراز کشیدی روی رخت خواب داری لا 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 گل لاله چه 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 خواب هفتم داری الان میبینی، دارن حکم میکنن دراز کشیدی روی متکا چی؟ پس بنابراین یروشالمی میگه آدم از قبل از طلوع خورشید سعی کنه پاشه. میگه کسی که توی روش هاشانه میخوابه شانسش همه سال میخوابه. روش هاشانه باید بدونی یه تمرکز، یه کانسنتریتت وقت مال همه سال، همه سال. به عنوان مثال مثلا یه دقیقه روش هاشانه متقابل 10 دقیقه نیم ساعت سال در این لحظه. چجوری رفتار کردی توی این دقیقه همونطوری اثر میکنی رو اون نیم ساعت سال. آدم این 48 در از طلوع خورشید تا نصف روز وقت حکم کردن آدم از هم روز اول هم روز دوم. بعضی ها هستن روز اول، بعضی ها هستن روز دوم روش هاشانه. پس از طلوع خورشید تا نصف روز، نصف روز در میاد تو اسرائیل ساعت 12:40 اینطورا طلوع خورشید در بهتون میگم این رازه. روش هاشانه طلوع خورشید 5:10. پس قبل از 5:10 پاشه بیدار و ربطی نداره به دعا خوندن توی کلیسا، فقط پاشو مشغول باش به میتسوا. تفیلن ساعت 7 شروع میشه، بشین تیلیم بخون، بشین اینو بخون اونو بخون، هر مشغول میتسوا باش. این نصف روزو، نصف روز اول، نصف روز دوم، از طلوع خورشید تا نصف روز مشغول میتسوا باش، هی مشغول میتسوا باش. البته آدم باید غذا هم بخوره. پس بعضی کلیساها هستن که مخصوصا تفیلا رو میکشن تا اینکه که آدما تا اینکه برسن خونه و غذا بخورن دیگه بعد از نصف روز باشه. چرا که اگه خواب رفتن پس دیگه بعد از نصف روز اوکی چی اشکال نیست، یا غذا میخورن بعد غذا خوردن از سور آدم بعد از نصف روز غذا بخورد، یعنی شروع کنه باید کیدوش قبل از نصف روز باشه، چون که تو روش هاشانه از یه طرف روز خوشحالیه، روز خوشحالیه، از سر آدم گریه بندازه خودش رو توی روش هاشانه. اگه گریه میفته از خودش، از هیجان، از احساساتی، شعرهایی که هست توی روش هاشانه آدم احساساتی میشه. این شعر او که دوانه کرد و همیز این احساساتی میشه، پس گریه میفته گریه نندازه. روش هاشانه روز خوشحالی. عزرا سوفر گفت به اون موقع بود تورا رو واسه همه قوم اسرائیل واسه همه جمعیت رو کن گریه کردن. چرا؟ چون که دیدن که چقدر گناه دارن، چقدر گناه کردن، پس رو کن گریه کردن. وقت چی نوشته اونجا؟ عزرا سوفر بهشون گفت، بهشون گفت گریه نکنین، برین نوشینی بخورین، برین چیزای خوب، چاق، چربی و این چیزا قول بخورین که چی؟ که خدوت هشم هیما اوزخم. این روز خوشحالی خدا منده، روز خوشحالیه. بنابراین آدم میبایستی بدون اینو که روز خوشحالی هستی طرف گریه انداز خودتو، ولی هستی طرف هم بدون سعی کن این نصف روز مشغول میتوا باشی. غذا خوردن باید یه خورده قبل از خطات، قبل از نصف روز، واسه اینکه تعنید نباشه آدم. اگه آدم نصف روز غذا نمیخوره پس حساب میشه واسه که تعنید گرفته تو روش هاشانه و اصور تعنید گرفته تو روش هاشانه. پس آدم یا اینکه صبح قبل از اینکه میره کنیسا یه چیزی میخوره، یه چیزی مینوشه، میچشه مثلا اینکه تحنید میشه، یا زودتر از قبل از نصف روز کیدوش میکنه. پس یا از این طرف یا از اون طرف، به هر صورت این ولی نصف روز رو سعی کنه نگه داره از طلوع خورشید تا نصف روز نخوابه. نخوابه یعنی چی؟ نه اینکه فقط
موضوع این نیست که نخوابه و بشینه و همینطوری نمیدونم پسته بخوره، نه نخوابه و مشغول میتسوا باشه، چون که شاید الان تو این لحظه دارن حکمت میکنن، پس وقتی که عکس تو میگیرن حکمت تو میکنن، پس به شکل خوب بگیرنت، به شکل که مشغول میتسوایی، این چیز مهمیه. اوکی، پس این راجع به این صحبت کردیم. حالا یه چند تا قوانین رو بگیم. پس یه چند تا قوانین هم بگیم. نوشته شده که یه رسم هست که بعضیا شب روش هاشانه، یعنی روز قبل از روش هاشانه، یعنی روش هاشانه میشه یک شنبه شب، پس یک شنبه روز عادیه، فقط شبش میشه روش هاشانه. پس بعضیا هستن که یک شنبه شب روش هاشانه میرن سر مزار فامیلاشون، سر میرن اونجا که ازشون خواهش کنن، که دعا کنن که سال خوبی داشته باشن، که اینطور که اونطور. اوکی، هیچ اشکالی نیست در این رسم، ولی فقط باید چند تا چیز نقطه بدونیم اینجا. اول از همه وقتی که آدم خواهش میکنه از کسی که اونجا دفن شده، پس اسور از اون شخص خواهش کنه که نجاتش بده، منو نجات بده، کمکم کن. دست اون نیست نجاتت بده، دست اون نیست کمکت بکنه. میتونی ازش خواهش کنی که دعا کنه رود، که بره جلوی خدا و خواهش کنه وسط. اوکی، و یا اینکه از خداوند خواهش کنی که بزخود کسی که اینجا دفن شده نجاتم بده. از خدا خواهش کن که نجاتت بده، از خدا خواهش کن که کمکت بکنه. اوکی، ولی از اون کسی که دفن شده از سر آدم خواهش کن نجاتم بده، مگه اون خداست؟ نه. این اول از همه. دوم، کوهنیم به هیچ وجه اسور برن توی قبرسون، توی 2 متر از یه قبر اسور نزدیک بشن. اسور باید فاصله بگیرن اقلا 2 متر، نه فقط قبرای آدمای عادی، حتی آدمای صدیق. صدیقیم میخواد بره قبر سر مزار رابی شیمون بار، نه اسور بره اون تو، کوهن اسور بره سر مزار. چرا؟ چون که صدیقه، حتی که صدیقه ولی فوت شده. کهنیم باید روی پاک بودنشون نگه دارن، و حتی اگه نجس شدن، تورا میگه از سور واسه شون نجاست اضافه کنن روی نجاستی که دارن. پس بنابراین حتی که ما همه امروز یه نوع نجاستی داریم، کهنیم اسور رو این نجاست اضافه کنن. پس کهنیم هم اسور برن سر مزار فامیلاشون. و چی دیگه؟ یه رسم دیگه هست شب روش هاشانه که تعنیت میگیرن. بعضی ها هستن تعنیت میگیرن و این چیز خیلی خوبیه که تعنیت میگیرن. نوشته گناه آدم رو کپر میکنه شب روش هاشانه، یعنی یک شنبه. البته باید قبلش قبول کرد، یعنی شبت و منخه، آدم روی خودش تعنیت رو قبول میکنه که فردا به امید خدا از طلوع خورشید تا اینکه ستاره ها در بیان من تعنیت میخوام بگیرم، و اگه نتونم پس این مزمور داوید هاشم روی لو اخسر میگم و هیچ گناهی پام نوشته نشده باشه. پس این رسم خیلی خوبیه، باید قبلش قبول کرد، این آدم رو خودش قبول کنه تعنیت ها، چون که گمارا میگه هر تعنیتی که آدم رو خودش قبول نکرد روز قبلش، پس تعنیت حساب نمیشه، بی خودی داری قضا نمیخوری، بی خودیه. یعنی بی خودی چیه؟ یعنی همون قدرت مثل که آدم روز قبلش، زور روز قبلش روی خودش قبول میکنه که فردا میخوام تعنیت بگیرم، پس این تعنیته، این مثل که درست حسابیه، مثل که میبایستی باشه. اینم یه رسم دیگه است. و یه رسم دیگه سوم،
که بعضی هستن میرن میکوه، میکوه تهاره، البته مردا میرن میکوه تهاره، ولی مجبوری نیست. پس هیچ برخایی نمیگن روی این میکوه، مثل زمان بیت المقدس نیست. پس هیچ کسی که برخا میگه دور از جون، برخا لوطلا، بی خودی داره اسم خدا رو استفاده میکنه و این گناه خیلی شدیدیه. نوشته شده که آدم کسی که اسم خدا رو بی خودی میگه، بی خودی استفاده میکنه، این یه گناهیه. پس اینم راجع به برخا. خانوم هایی که میخوان برن میکوه، پس فقط خانوم هایی که عروسی کردن و پاک هستن. خانوم هایی که مجردن عروسی نکردن به هیچ وجه اصور برن میکوه، همونطور هم خانوم هایی که طلاق گرفتن یا شوهرشون فوت شده، پس اینا اصور برن میکوه. این خانوم ها حتی شب روش هاشانه، حتی شب کیپور، قبل از کیپور اصور به هیچ وجه. یا خانومی که عروسی کرده ولی پاک نیست، پس همه این خانوم ها اصور. فقط خانوم هایی که عروسی کردن و پاکن مجاز برن میکوه، اصلا مجبوری نیست رفتن میکوه. پس لازم نیست اینقدر آدم یه وقتای اینقدر قدرتاشو در میاره روی چیزی که اصلا ننوشته که باید رفت. پس چی؟ میدونی چند تا چیزه که باید بکنی و نمی کنی؟ به جای اینکه این قدرتاتو تلف کنی روی چیزایی که ننوشته باید کرد، قدرتاتو استفاده کن واسه چیزایی که باید کرد، که نوشته که خدا انتظار داره ازت بکنی. خب این هم از این. پس حالا ادامه بدیم، خیلی چیز داریم بگیم، بیاین ببینیم. پس اول از همه شمای روش هاشانه رو که روشن میکنیم، برخاش هست ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום טוב. יום טוב. ושהחיינו בהתר חנומו שר שם רושן כעדן נגן, בזורן תוי קידוש בשנבן. בהתר שהחיינו תוי קידוש שנית, ונה שר שם רושן כעדן. מדונם בעזי חנומו עשתן, רסמשון שהחיינו בגן ברוחשו שר שם רושן כעדן, בהתר אין رسم رو کنسل کنن، بذارن شیخیانو سر کیدوش از صابخونه میشنون یا از هر کسی، فرقی نداره، و معافشون میکنه. این حساب میشه انگار خودت گفتی، هیچ اشکالی نیست درش. و راجب براخای شم روشن کردن، اول براخا میگن بعدن شم روشن میکنن. این صورت درستره در طبق هلخا، که این میدونم بعضی ها هستن که اول شم روشن میکنن بعدن برخا میگن، و میگن اینطوری یادمون دادن و اینطوری مادر 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 بزرگم اینطوری میکرد. اوکی، ولی صورت درسته طبق هلخه، کسی که یاد میگیره این هلخه رو، این قوانین رو، میبینه که صورت درسترش اینه که اول برخا گفت بعدن شم روشن کرد. چرا؟ مثل همه میتسبوت هایی که انجام میدیم، اول از همه براخا میگی بعدن تفیلین میذاری، اول از همه براخا میگی بعدن تیت تیت میپوشی، اول از همه براخا میگی بعدن سیبر رو میخوری، همه چیز. این اسمش هست اوور لاسیتن، یعنی بعد از براخا فوری انجام میدی، نه اینکه بعد از اینکه انجام دادی براخا میگی. اول از همه براخا باید گفت. دقیقا هم اینجا ساعت شد. اگه اول برخا میگین، نه. اوکی، پس یه خانم، اوکی، یه سوال هست اینجا که میگن وقتی که اگه بعد از برخا شم روشن، کبریت روشن کنین، پس خیلی شبته. پس نه، براخا رو که میگیم هنوز شبت رو خودمون قبول نکردیم. شبت رو خودمون قبول میکنیم فقط بعد از اینکه شمع آخری رو روشن کردیم. این چیز دیگه است که مهمه بدونیم. ما سفارادی ها
شبت شمو که روشن میکنیم این حساب نمیشه شبت قبول کردن. باید بعد از اینکه خانم شما روشن کرد بگه هرینی مکبلت علی توصفت شبت، من رو خودم شبت رو قبول میکنم. اون وقت هیچش کاری نیست، براخره رو میتونی بگی، شما رو میتونی روشن کنی، کبریت خاموش رو میتونی یک کبریت دیگه وسطش روشن کنی واسه اینکه ادامه بدی بقیه شما روشن کنی، و بعد از اینکه همه چیز رو روشن کردی، کبریت خاموش کردی، همه چیز، حالا میگی من رو خودم شبت رو قبول میکنم. مرسی از شما. درست، بروخ شم. پس اینم راجب شم روششنه روشن کردن. حالا یه رسم هست، یه رسم خیلی قشنگیه، برای اینو میذاریم بعدن ببینیم قوانین مهمتری و اول بگیم بعدن. بعدن یه رسمی هست طبق کابالا که اگه وقت کنیم بهتون، اگه بچه های خوب بودین پس آخرش بهتون یه جایزه طبق کابالا میدیم. نه شوخی میکنم، خودم هم بچه هم مگه. اوکی پس بیاین ببینیم. حالا شب روش هشانه رسمه که چیزای خوب آدم غذا میخوره، چیزای شیرین، که همه اینا سیمبوله واسه این که سال آینده سال شیرینی باشه، که سال پر میتسوت باشیم مثل انار، سال که مثلا سال شیرینی باشه مثل سیب و عسل که میخوریم. همه اینا سیمبوله و همه این سیمبولا خیلی مهمن از یه طرف، چون که مثل که گفتیم روش هشانه هر جوری رفتار کنی توی روش هشانه اثر داره روی همه سال. به خاطر این هم گمارا میگه مثلا کمدکایف اینشه تفه معله، هر چقدر توی روش هشانه آدم سر افتاده تر باشه بهتره. چرا؟ سرتو بیار پایین. کسی ده زنت وقت پیدا کرده باید دعوا کنه، یادم اومد الان که تو هفته پیش نیمدی، نمیدونم خرید نیمدی با خرید بچن. الان روش هشانه وقت این چیزا نیست بالا. هیچی نگو بگذر. چه تو که بگذری، گوش کن خوب گوش کن، تو که بگذری توی روش هشانه خدا ازت همه چیزو میگذرونه. میبینی پیتام ظرف سال یه کسی دشمنت شد، میخواد حالا میدونی چی انتقام میگرم، میبینی کاری نکرد، آخرش داد زد واق زد ولی آخرش کاری نکرد. چی شد تو گذشتی تو روش هشانه سکوت کردی، خداوندم اونو ساکت کرد واسط ظرف سال. هر چقدر آدم سرشو بیاره پایین تر تو روش هشانه بهتر. سرتو بیار پایین، ساکت باش، دعوا نکن، شلوغ نکن، بذار همه چیز با صلح و صفا بگذره، با خوشحالی. با خوشحالی آدم از کنیسه اومده خونه، آدم از کنیسه اومده خونه و میبینه که چی؟ سفره آماده نیست. بابا آخه من فردا باید ساعت 4 صبح 5 صبح پاشم، چه الان سفره آماده نیست؟ کی غذا بخوریم؟ کی تموم کنیم؟ کی برم بخوابم؟ چقدر بخوابم؟ میدونی اصلی خود من ظرفیتم رفته دیگه، هر شب سلیخوت 3 شب میخوابم، حالا امروزم روش هشانه هم نمیذاریم بخوابم. وای وای ببین گوش کن، الان وقت عصبانیت نیست، انقدر چیزای خوب میخورید، چیزای شیرین واسه اینکه سیمبل باشه واسه سال آینده که سال شیرین باشه، و عصبانی میشی. عصبانیت بدترین سیمبل واسه سال آینده. چه کار داری میکنی؟ با دست خودت میخوای سالتو به زور خراب کنی؟ بگذر غذا نیست، هست غذای خوشمزه است، تلخه، نمیدونم چی، نمک گذاش به جای شکر، قورت بده برکن، اصلا بگذر. 2 روز تحمل کن، 2 روز 48 ساعت، اوکی؟ واسه خودت،
واسه خودت صرف داره، نه واسه کسی. اوکی، پس اینا از سیمبولا، سیمبولای روش هشانه چیز خیلی مهمه. بعدن میتسوای تورا، میتسوای تورا شوفار زدن، شوفار شنیدن در است. میتسوای تورا هست که شوفار بشنوه آدم تو روش هشانه. این میتسوای شوفار میتسوای خیلی مهمیه، خیلی مهمیه و نوشته خیلی چیزای بد و از بین میبره توی دنیا شوفار که میزنن. ولی آدم باید بدونه اول از همه به فکر آدم، جمعیت که شوفار رو میشنون، یه خزن هست، شلیخ تیبور که شوفار رو میزنه و جمعیت آدم ها که توی کنیسا هستن، هم اون شخصی که شوفار رو میزنه و هم جمعیت که باید به فکرشون باشه، شوفر رو که میزنه باید به فکرش باشه من منظورم هست، کوانم هست که براخایی که میگم لهوتسی همه جمعیت و یدی خواه که شامل اونا هم باشه و جمعیت هم همونطور باید به فکرشون باشه که گوش کنن که این میتسوای تورا رو انجام بدن مثل که میبایستی و شامل اونا هم باشه. پس این به توی هلاخا نوشته شده کوانه لوتسی دخوه و لتست دخوه، یعنی هم اون کسی که میتوه رو انجام میده اون باید به فکر جمعیت باشه که شاملشون که معافشون میکنه در این میتوه و اونا هم به فکرشون باشه که معاف بشن، یعنی شامل اونا هم باشه این میتوهی که اون خزانه میکنه. این مهمه اول از همه. دوم از همه شوفار که میشنویم از وقتی که براخا رو میگیم، یعنی خزانه براخا رو میگه، اسور آدم حرف بزنه تا آخرین شوفار رو که میزنن که بعد از کدیش آخریه، کدیش قبل از آلن میشه، دیگه هیچ حرفی نزن. اوه بیا اینجا، بیا، نه چرا این سفر رو باز کرد، حرف نزن اصور جز دعا، کتابای سیدور، چیزایی که توی سیدور نمیشته، یا آدم اگه رفت دستشویی پس براخای اشر یا ترم مجازه بگه، ولی حرف زدن دیگه هیچی، اصور حرف زدن. خیلی ها میبینم متاسفانه نمیدونم حرف میزنن، میرن شوخی میکنن، خب میدونین درازه، طولانیه دعای روششنه، پس ظرفیت نداره، یه خورده باید حرف بزن، باید. نه حرف بزن تا شوفار، بعد از براخای شوفار مثل بچه ها زیپر رو ببند، کلید رو بنداز، تا بعد از شوفار آخری که میزنن. حالا خانوم های عزیز ما معافن از میتوه شوفار شنیدن. چرا؟ چون که هر میتسوای که ربط که بابسته است به یه وقت مخصوصی هست که میشه انجام داد، بعدن نمیشه، قبلش نمیشه. مثل شوفار فقط توی روش هشانه میشه، فقط ظرف روز روش هشانه میشه. پس معافن میتسوای انجام دادن که بابسته است که فقط یه زمان مخصوصی داره که میشه انجامش داد، پس خانوم ها جز بعد از یه چند تا مثل پسخ و اینا، ولی مثلا سوکا معافن، اربامینی معافن، پس معافن مجاز نیست، از سوره واسه شون براخا بگم، میتونن بیان شفار بشنون و خیلی هم خوبه و اجرم میگیرن، ولی براخا گفتن مثلا خیلی ها میدونم از ایرانیا بعضی موقع دیدم میگیرن لولاو میگیرن میتکونن و براخا میگن شو که چنو میمیتسو تاوی تیوانو ال نتیلت لولاو، از سوره کی دستورت داد، از کجا این براخا رو میگی، کجا میگی توی براخا و تیوانو دستورمون داد، خدا به دستور نداده تو این کار رو بکنی، پس چرا براخا این براخا و تلاست دور از جون، دور از جون. پس بنابراین دوباره میگم شنیدن شوفار واسه خانم ها مجازه، میخوای بیای بشنوی هیچ اشکالی نیست و میتسوه هم حساب میشه واسه، اجرم میگیری، نه مثل مردا، چون که مردا
مجبورن بشنون و کسی که مجبور میتسوه رو انجام بده اجرش بیشتره. چرا؟ چون که کسی که مجبوره پس شیطون زدش میجنگه. آه مجبوری؟ آه نمیذارم بکنی کاری که مجبوری، کاری که خدا به دستور داده بکنی نمیذارم بکنی، پس باید بیشتر با قدرت بیشتر به جنگه، بیشتر از شیطون ببره، پس اگه برد اجرش بیشتره. برای خانوما که معافن پس شیطون ولشون میگه اوکی معافه، خب حالا انجام بده انجام بده، چه فرقی داره؟ پس اجرشون کمتر و اج دارن. نه موضوع خانوم و مردان نیست، بعضی مثلا همونطور هم مردی که معافه است یه میتسوه و انجامش بده پس اجرش کمتر از کسی که مجبوره در اون میتسوه. موضوع زن و مرد نیست، موضوع کسی که معاف از میتسوه یا کسی که مجبوره در اون میتسوه. پس ولی کسی که میاد، خانمایی که میان اجر دارن به ذاتشون. پس این هم راجب شوفار. آها درست. یه نقطه دیگه هم هست راجب شوفار که وسط براخا که خزن براخا میگه مواظب باشن مردا نگن باروخ و باروخ شمو. میگه براخا رو میگه باروخ اتا هشم باروخ و باروخ شمو. چی میگی باروخ و باروخ شمو؟ این شامل توه. خزنه که داره براخا رو میگه میسه این که تو داری براخا رو میگه. الان گفتیم که اون معاف میکنه، شامل همه است، پس میسه این که تو داری براخا میگی، پس چی داری باروخ و باروخ شمو میگی؟ باروخ و باروخ شمو این کلمه داره اضافه میکنی. آیا این براخا است؟ براخا باروخ اتا هشم باروخ و باروخ شما اشرا که چنو بمیم تطفی چیبان و لشما کل شفا. نه این براخا نیست. پس بنابراین مواظب باشن مردا باروخ و باروخ شما نگن. براخا شوفار رو که میشنون باروخ و باروخ شما، فقط تمرکز کنن گوش کنن. و یه چیز دیگه هم گفتیم که اصور حرف زدن. پس بعضی ها هستن بین شوفارا که میزنن، میدونین که ما سه دفعه تشرت میکنیم، تکیه شوارین تروات کیه، سه دفعه این کار میکنیم، بعدن سه دفعه تشت تکیه شوارین تکیه سه دفعه، بعدن سه دفعه ترات تکیه تروات کیه سه دفعه. پس بین تشرت به تشت ویدوی میکنن، یعنی یه گناه های اونجا آدم به یاد میاره. بین تشت و ترات دوباره بعضی از گناه ها رو آدم بیاد میاره، پس آدم باید بدونه اینا رو اونجا مثل که گفتیم بعد از این که براخای شوفار رو میگن اسور آدم حرف بزنه، پس این ویدوی این گناه ها رو اسور آدم بگه نه فقط به خاطر اینکه بعد از براخا شوفار اسور حرف زدن تا آخرین شوفار رو که میزنن، الا هم به خاطر اینکه روش هاشانه روز عیده، اسور آدم گناه ها رو به یاد بیاره. پس اگه میخوای فقط با چشمت بخون گناه ها رو که اونجا نوشته بخون و پشیمون بشو. اگه این گناه ها رو کردی پشیمون بشو. برای اینجا یه سوال داریم از دوستمون، نوشته اوکی بعدم جواب این سوال رو میدیم، ربطی ندارم اونقدر به برنامه‌مون. و چی گفتیم؟ این شوفر یادمون نره که کیدوش شب اول روش هاشانه شیخ یانو میگیم، البته چون که عید تازه است، و همونطور هم شب دوم روش هاشانه کیدوش شب دوم هم شیخ یانو میگیم. چرا؟ چون که این دو روز روش هاشانه هر کدوم یه عید واسه خودشه، یه عید واسه خودش، پس هم شب اول هم شب دوم. ولی شولخان اروخ میگه که حتی که شب دوم شیخ یانو میگیم ولی بهتره
اگه آدم میتونه یه میوه تازه بیاره سر میز یا یه لباس تازه بیاره بپوشه که شیخ یانوه شامل اونم باشه، مجبوری نیست، ولی اگه میشه، اگه نمیشه پس حتی که نمیشه شیخ یانو میگیم شب دوم، چون که اینا دو روز جدا حساب میشه. درست هر دوتایشون روش هاشون هست ولی دو روز جدا حساب میشه. یه چیزی آخری حالا بگیم، حالا بروخ هشم همه چیز رو وقت کردیم، کسی هم سوال نداره. البته یادمون نره که چون که برنامه بعدی بعد از روش هاشانه در میاد قبل از کیپور، پس مهمه که بدونیم اینو هعرای کدوش که همه علم کبلای که داریم امروزا از هعرای کدوشه، میگه که این 7 روزی از روش هاشانه از سرات یمه چووه شروع میشه، 10 روز چووه برگشتن به راه درست. پس هعرای کدوش میگه 7 روز داریم از روش هاشانه تا کیپور، چون که 10 روزه از سرات یمه چووه، روش هاشانه 2 روزه، کیپور 1 روزه، پس بینشون چند تا روز هست؟ 10 7 تا 7 روز هست. هعرای کدوش میگه این 7 روز هر روزی آدم تعنیت بگیره و چوبه بکنه، برگرده به راه درست، پشیمون بشه روی گناهاش، پس اون روزه کپر میکنه واسهش، واسه همه گناهایی که اون روز کرده در همه سال. یعنی مثلا روش هاشانه در میاد شب دوشنبه، شب سه‌شنبه، پس چهارشنبه تعنیت هست، به هر صورت تعنیت، چهارشنبه تعنیت تومگدالیا، پس چهارشنبه که تعنیت میگیره و چووه بکنه، همه گناهایی که چهارشنبه های سال کرده، همه چهارشنبه های سال که گناه ها رو کرده، همشون پاک میشن. اشتباه شد. ببین چقدر مامش میشه گفت خدا داره دنبالمون میدوه که بیا گناهاتو کفر کن، بیا این امکانو بهت بدم، بیا این امکان، فقط بکن که گناهات پاک بشن. خدا داره التماس میکنه از ما گناه رو کردیم، خدا التماس میکنه بیا این امکانو بهت میدم، این چانسو بهت میدم، اون چانسو بهت میدم، بیا روز کیپور، بیا چووا بکن، بیا الول، بیا سلیخوت، بیا 7 روز بین روش هاشانه و کیپور. ببین چقدر، فقط برگرد بیا، من منتظرم. خدا میگه من منتظرم، میخوام بغلت کنم، فقط برگرد، بیا پیش من. چی آدم جواب بده بعد از 120 سال؟ خدا بهت میگه ببین چقدر امکانات دادم، ببین چقدر وقتایی دادم، وقت دادم بهت، چقدر چند دفعه بیدارت کردم. شفار، رامبا میگه شفار، حتی که دستور توراست ولی رمز هست درش، او روی شنی میشنتخیم، بیدارشین کسایی که خواب رفتن به مرور زمان، اینقدر جسمی شدن، مشغول فقط دنبال پول پول پول، کار کار کار، ثروت، این ماشین داشته باش، فراری، میدونی یه خونه توی بیورلی هیلز، یه استخ، نه یه استخ کافی نیست، 2 تا استخ، یکی توی حیات جلوی، یکی توی حیات عقبی، یه گاردن، یه پارک، یه باغچه، یه این، یه اون. چقدر دنبال این دنیایی؟ مگه تو این دنیا چقدر میمونی فکر میکنی؟ میدونی خونت 100 سال بعد از این که از این دنیا بری هنوز میمونه؟ چقدر؟ یه خود فکر دنیای بعدت باش، هیچ اشکالی ندارم، میخوای خونه، میخوای همه چیز داشته باشه، اشکالی نیست، ولی مرکز زندگی چی باشه؟ دنیای بعد. میخوای بخوری از این دنیا؟ بخور، ولی فکر نکن که این دنیا همه چیز، این دنیا فقط این دنیا، نه، کو شبتت، کو تفیلین، کو لباسای پوشیده، شرم و حیات، کو
درس خوندن تورا، کو درس خوندن تورا، 9 ساعت میری سر کار، چند ساعت درس تورا میخونی هر روز؟ چند ساعت؟ چند ساعت؟ یه 10 دقیقه خوکل اسرائیل میخونه. 9 ساعت میری سر کار. میدونین رامبم توی یکی از وای وای باید تموم کنی، رامبم توی یکی از جایی که مینویسه راجبه چقدر آدم چجوری آدم روزش رو تقسیم کنه، پس برعکس مینویسه، میگه اگه آدم یه چند ساعتی کار میکنه سه برابر باید تورا درس بخونه. یعنی اگه اینطوری رامبم این مثال رو میار، میگه یعنی اگه مثلا 3 ساعت کار میکنه پس 9 ساعت باید تورا درس بخونه. میفهمین چجوری کار میکردن؟ و گمارا میگه، گمارا میگه ریشونیم دوران قدیما که کارشون موقتی بود کارشون، ولی چی مهمترین بود توی زندگی؟ درس خوندن تورا. پس هم این هم اون به دست آوردن، هم کارشون رو به دست آوردن، پول به دست آوردن، و هم توراشون به دست آوردن که تورا میدونستن. ولی دوران اخیر که گمارا میگه دوران آخریا، الان زمان گمارا دوران اخیران، اوکی، که مرکز زندگیشون مهمترین چیز کارشون بود و توراشون موقتی بود، پس هم این به دست نیاوردن هم اونو به دست نیاوردن. اسه توراتخا کوا وملختخا آرای، اینطوری توی پرکی آوت نوشته شده. چی مهمترین چیز چیه؟ شیعو تورا. نه ولی جشن هست، عروسی هست، بعد از شیعو تورا میرم جشنه. چی دعوت من؟ شیعو تورا اول از همه است. هر هفته شیعو تورا دارم. یعنی چی؟ از دست بدم برم چند ساعت توی عروسی میشینه؟ 5 ساعت برم تلف کنم توی عروسی که چی؟ چقدر شکمه رو پر کنم؟ چقدر؟ درس تورا رو از دست بدم؟ به هیچ وجه. اول از همه آرویت، کریاچما روی تخت خواب، اول اینا مهمترین چیز زندگیه. اوکی، پس بیاییم به هر صورت این جایزه طبق کبالا رو بهتون بگم و دیگه بریم. یه خود آتیش گرفتم اینجا. خب ولی کار نیست، باید قبل از ارشوشنه باید بیدار بشیم. من نه شما، شما صدیکین، شما کاش که میرسیدم به درجه شما، ولی باید بیدار شیم. اگر قبل از روششنه بیدار نشیم کی بیدار شیم؟ شفر، رامبام میگه شفر رمزش هست، بیدار شین. مثل که جنگ میاد روی یه شهر چکار میکنن؟ شیپور میزنن، آژیر میزنن، الارت، همه چراغای قرمز ساختمونه روشن میشن. چیه؟ جنگه، دشمن اومدن، برین توی نمیدونم کجا قیم شین، برین چی؟ شفر آژیره، مواظب باش، الان جنگ تو آسمون، فرشته ها زده، فرشته ها خوب زده، فرشته ها بعد میگن نه نمیرسه به این شهره، نمیرسه به اون کشور صلح و صفا، نمیرسه، باید بجنگن، باید بمیرن، باید اینطور، باید. فرشته ها خوب میگن نه کارا خوب کردن، ببین کمک کردن به فقیرا، اینطور اونطور. جنگ تو آسمون، جنگ دادگاه چیز سبکی نیست، چیز آسونی نیست. آدم فکر نکن خب بیا سیب و عسل بخوریم و نه، بدون تو آسمون وقت جنگ. این دو روزا همه کشورها و علم دینوت بای امر روی همه کشورها تصمیم میگیرن چی میشه با این کشور، چی میشه با اون کشور، کی بیشتر زخویات داره، کی بیشتر گناه داره، کی همه چیز. آدم نمیدونی چی کار میکنه. این ترسه حالت میده جلو که بیشتر کار خوب بکن، بیشتر تعلیم بخون، بیشتر دعا کن. شاید اون چیز ناراحت کننده ای که سال پیش شد، اگه روش هاشانه قبلی بیشتر تعلیم میخوندم، بیشتر با کوونه دعا میخوندم، یه دعای دیگه اضافه میکردم، پس شاید نمیشد این کار چیز بده که شد به دنیا.
اون کشور از بین رفت، اون جنگه، اون آدم مرد، اون مریضیه، اون فقیریه، اون نمیدونم چی. شاید نمیشد، شاید نجات پیدا میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر من، به خاطر دعای من، به خاطر یه تعلیم من، به خاطر یه تصمیم خوبی که قبول میکردم رو خودم که از این به بعد این سال آینده قبول میکنم، تصمیم میگیرم که این گناه رو دیگه نمیکنم، که این میتسوایی که شله توی دستم از این به بعد انجامش میدم، که دیگه هر روز اقلا 5 دقیقه تورا درس بخونم. 5 دقیقه، خدا بهت 24 ساعت در روز میده، اقلا 5 دقیقه نداری به خدا برگردون. 5 دقیقه بشین تورا درس بخون، یه کتاب باز کن، بگو من این کتابه رو از این جلد تا این جلد تموم میکنم، از این طرف تا این طرف، هیچی نه نمیپرم. هر کتاب شروع کن خومش تورا رو، که آخرین دفعه است که تورا رو یا همه کتاب مقدس و همه تنخ از اول تا آخر خوندی، با تفسیر، با فهمیدن، نه همینطوری خوندی من این پاسوکه فکر کنم منظورش اینه، نه، با تفسیر تورای شفایی، با راشی، رابی شلومو ایتخاکی، که هر چیزی رو توضیح میده، توضیح میده. آدم پاسوک میخونه از کجا بفهمه چی منظور پاسوک چیه، از چی، از عقل خودت، چه عقلی فکر میکنی داری؟ باید طبق چیزایی که خدا به حضرت موسی توی پای کوه سینا یاد داده یاد بگیری این پاسوکا رو. هر پاسوک توی تورای شفایی توضیح داده خدا منظورش چیه، طبق اون پس راشی همه اینا رو میاره واسط، به جای اینکه بری بگردی راشی واسط آورد. کی آخرین دفعه است که این پنج تا کتابای تورا رو با راشی خوندی؟ همینطور یواش یواش، نه پاراشاچه، با خودت، واسه خودت از خومش براشی شروع کن، یواش یواش هر روز 5 دقیقه، 10 دقیقه، یه خورده یه پاسوک. نفهمیدی جلو نرو، نرو، نفهمیدی دوباره بخون، دوباره بخون، از یه کسی خواهش کن، زنگ بزن به من، بهم بگو نفهمیدم، بیا توضیح بهم بده لطفاً، بیا اینا ببین چند تا جا میتونی منو به دست بیاری تو فیسبوک دیگه خودم نمیدونم کجا آمد همه جا بروخشه. تلگرام الان باز کردن، بروخشه یه گروه تلگرام هست به اسم علم شیرین تورا باز کردن، یه تلگرام خصوصی به اسم هخام پارتو باز کردن مثلا. خدا اجرشون رو به خوبی بده، که سعی میکنیم همه جا هر کسی هر جوری راحتشه بتونه تو را یاد بگیره. به هر صورت بیایم، وقتمون گذشت. تو پس این جایزه رو نوشیرنی، نوشیرنی طبق هلخا، طبق کابالا، طبق کابالا نوشته شده که شب روششنه، هر دوتا شب روششنه بعد از تفیلا، قبل از کدیش آخری، هیخل رو واز میکنن و این مزمور تهیلیم، مزمور 24 لدوید، مزمور لاشم هارت و ملوعه تبل ویوشبه و خوله، این مزموره رو میخونن. این سگولاس واسه پرنستو، واسه اینکه سال آینده آدم به آسونی پول به دست بیاره، واسه زندگیش زندگی راحتی داشته باشه. اینم این جایزه طبق کابالا. اوکی پس همین دیگه، متشکرم ازتون دوستان عزیز که با همون بودین. هفته بعد البته برنامه نیست چون که روش هاشنه است، پس 2 هفته دیگه با هم دیگه باشیم، یه روز قبل از شب کیپور و عصرت یوم تشوعه. و یادتون نره از روش هاشنه شروع میکنیم همالخ הקדוש بگیم به جای همالخ הקדוש، به جای האל הקדוש و המלך המשפט. و אחרש תפילת 18 מגיעים עושה השלום במרומיו. چرا השלום در میاد؟ عدد یه اسم فرشته که اون تو این روزا زخویاتو مینویسه، پس نه עושה שלום במרומיו الا עושה השלום במרומיו. فقط توی תפילת 18 توی קדיש لازم نیست گفت עושה השלום. اینم یه چند تا قوانینه و یه توی تفیلا اضافه میکنیم بعد از هشم ملخ هشم ملخ صبح اضافه میکنیم هشم و الوکیم 2 دفعه،
و بعد از اشتباخ اضافه میکنیم شیر همعلوت ממעמקים קרתיך השם, שיר המעלות, נא שיר למעלות, אוניית שזה דגס, שיר למעלות אסיינה אלי הרים, שזה דגס, יפס לדגס, אינפס לשיר המעלות, ממעמקים קרתיך השם, אינם, ניתן תוך אבונין עשרת ימי תשובה, צ'ונקי ברנומה בעדי, דגי, הודודן אחר עשרת ימי תשובה, אז פס, כאין פורסטו דשתבושין, כאין, יכול דרו הנמוהי ועושה אין רוזו, פס הקסי כבחד על בתי תמוס בגירי מתונה תאריך אינסטגרם רבי פרטו באנגליסי, יא תאריך פייסבוק יצחק פרטו יא רבי פרטו באנגליסיים, אונם טוויס סקייפ מישה, החם פרטו, טלגרם, החם פרטו, טלגרם פקונם, נוס בורד נסתם טוויס טלגרם, טלגרם המחס החם פרטו, בהר סורת, קסי כסואלי דושט, میتونه در تماس باشه و به امید خدا جوابشم میدیم. متشکرم ازتون که با همون بودین دوستان عزیز. شنه توبه و متوکه و ایشالا سال خوشحالی، سلامتی و فراوون، عمر طولانی و چشم بد ازتون دور. متشکرم از صابخونه که این امکانو داد بهمون اینجا که خونش رو واسه همون اینجا استودیو کرده، همش دوربین و چراغ و همه چیز کولر و بهشت ممش باروخ شم که گن شم. ایشالا خدا بهش همه آرزوهای دلشو بده به آسونی، به راحتی، به زودی، عمر طولانی، چشم بد ازش دور و لذت ببر از همه بچه هاش، همه بچه هاشو ایشالا موفق ببینه و آمین و شنه طوبه و متوکه، ایشالا کتیبه و ختیمه طوبه داشته باشه. آمین و آمین. شبتون بخیر دوستان عزیز و کل توب.